سلام به همه شما همراهان خوب هویج، خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. خب یک سوال برای شما، سریع ترین راهی که فکر میکنید میتوانید 100 میلیون دلار به دست بیاورید چیست؟ اگر جف بزوس مدیر شرکت آمازون باشید، این پول را تقریبا هر 11 ساعت به دست خواهید آورد. اما اگر یک شرکت بزرگی در اختیار ندارید تا به شما در به دست آوردن این پول کمک کند، شاید بتوانید همه پول را یک شبه به دست آورید. درست مانند کاری که لئوناردو نوتا بارتلو و گروهش انجام دادند. شما می توانید به یکی از مکانهایی که دارای یکی از قوی ترین تدابیر امنیتی دنیا هستند، دست برد بزنید. درست مثل فیلم ها و الماس هایی به ارزش 100 میلیون دلار به جیب بزنید. البته اگر بخواهیم واقع بین باشیم، اگر بعد از آن دستگیر شوید، ممکن است برای مدت طولانی سر از زندان در بیاورید، مانند لئوناردو. پس به یاد داشته باشید که دزدی کار بدی است. با هم ادامه این ویدیو رو میبینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. این اتفاق در اینجا اتفاق افتاد. یک محیط کوچک به اندازه 3 بلوک در پایین شهر آنتورپ در بلژیک که به منطقه الماس آنتورپ شهرت دارد. در سال 2003 هنگامی که دزدی اتفاق افتاد، حدود 3 میلیارد دلار الماس تنها در این محله کوچک به فروش می‌رسید و بیش از 80% از الماس‌های سخت دنیا از این محله عبور می‌کرد. در اینجا معامله می‌شد و این منطقه یکی از متراکم‌ترین نقاط تجمع ثروت در همه جای دنیا است. این ثروت به شدت تحت حفاظت است. این محل نیروی پلیس مخصوص خود را دارد که توسط دولت بلژیک تدارک دیده شده است. 63 دوربین امنیتی به صورت 24 ساعته کار نظارت را انجام می‌دهند و سراسر این محیط می‌تواند به وسیله میله‌های فولادی بسته شود که می‌توانند از ورود و یا خروج هر گونه اتومبیل جلوگیری کنند. در مرکز تمامی این تدابیر امنیتی تحسین برانگیز، یک ساختمان بزرگ به نام مرکز الماس وجود دارد، جایی که تعداد زیادی از تاجران الماس منطقه در آن کار می‌کنند. تاجران مغازه‌ها و دفاتر کاری را در این ساختمان اجاره می‌کنند و همچنین صندوق‌های امانت درون اتاق‌های این ساختمان را اجاره می‌کنند. درون این اتاق هاست که اجناسی به ارزش صدها میلیون دلار ذخیره شدند، اما واضح است که وارد شدن به آن غیر ممکن است، چرا که 10 لایه امنیتی دارد که هر دزد دیوانه‌ای باید به شکلی از آن عبور کند. اول از همه این اتاق ها 2 طبقه در زیر زمین هستند. یک دوربین امنیتی وجود دارد که به صورت 24 ساعته همه چیز را ضبط می‌کند. یک قفل شماره گیر ترکیبی بر روی در که بیش از 100 میلیون ترکیب احتمالی را شامل می‌شود و یک قفل با یک کلید بسیار خاص که برای باز کردن قفل باید استفاده شود. یک در ستونی از جنس فولاد خالص که در برابر 12 ساعت دریل کردن پشت سر هم مقاوم است. اما این موضوع مهم نیست، چرا که یک حسگر لرزشی درون خود دارد که درست لحظه‌ای که لرزش یک دریل را احساس می‌کند، زنگ هشدار را به صدا در می‌آورد. اگر این در به هر شکلی باز شود، 2 صفحه فلزی بر روی در و دیوار وجود دارد که یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. در صورتی که در باز شود، این میدان مغناطیسی شکسته می‌شود که باعث می‌شود یک زنگ هشدار دیگر به صدا در بیاید. یک دیوار آهنی پشت این در وجود دارد که برای باز شدن نیاز به یک کلید دیگر است. هنگامی که از تمامی اینها عبور کردید، به داخل راه پیدا می‌کنید. اما حالا مشکلات بیشتری وجود دارد. یک دوربین امنیتی داخلی وجود دارد که به صورت 24 ساعته در حال ضبط است. یک حسگر نوری که با دریافت کوچکترین نور مثل نور چراغ قوه فعال می شود و آژیر خطر را به صدا در می آورد. و در نهایت یک دوربین حساس به حرارت و حرکت که در صورت تشخیص حرکت یا افزایش دمای اتاق بر اثر حرارت بدن انسان در داخل، یک آژیر دیگر را به صدا در می آورد. اما هیچ کدام از اینها مانع لئوناردو برای برنامه‌ریزی چیزی که با آن بزرگترین سرقت قرن 21 گفته می‌شود نشد و به این شکل بود که به چیزی که غیر قابل نفوذ بود نفوذ شد، آن هم فقط با وسایلی که به راحتی می‌توانید از هر جایی تهیه کنید. در اوایل سال 2000، یعنی 3 سال قبل از اینکه دزدی اتفاق بیفتد، لئوناردو یک دفتر کار در مرکز الماس اجاره کرد تا به آنجا وارد شود و اعتماد آنها را به دست آورد. او خود را به عنوان یک تاجر ایتالیایی معرفی کرد، دوستانی پیدا کرد و یک کسب و کار نیمه قانونی برای 3 سال در آنجا به راه انداخت بدون اینکه کار بسیار مشکوکی انجام دهد. و از آنجایی که او در ساختمان مستأجر بود، به او یک کارت داده شد که به صورت 24 ساعته به ساختمان و مهمتر از آن به اتاق بزرگ امانات دسترسی داشته باشد تا بتواند الماس‌هایش را در آنجا ذخیره کند.
عکاسی از درون ساختمان به شدت ممنوع بود، اما در نهایت او موفق شد که یک دوربین کوچک دیجیتالی بسازد که آن را در بالای یک خودکار نصب کرد و سر خودکار را از جیب بیراهنش بیرون گذاشت. این کار به او این امکان را داد که مستقیما وارد اتاق شود و صدها عکس از همه چیز داخل و بیرون از اتاق بگیرد بدون اینکه کسی متوجه شود. او تیمی 5 نفره که شامل خودش هم میشد تشکیل داد و با استفاده از این عکس‌ها آنها توانستند نسخه دقیق از آن اتاق و موقعیتش در ساختمان را بازرسی کنند. این تیم بارها و بارها تمرین کرد و شیوه دزدی خود را درون نسخه بدوی به حد کمال رساند تا زمانی که در فوریه سال 2003 آنها تصمیم گرفتند این کار را عملی کنند. آنها شب شنبه روز 15 را انتخاب کردند، چرا که آنها می‌دانستند که کارکنان بخش اصلی مرکز الماس یهودی هستند و به همین دلیل احتمال اینکه این کارکنان به صورت سرزده یا در روز شنبه وارد ساختمان شوند بسیار کم است. یهودی‌های معتقد در روزهای شنبه به هیچ عنوان کار نمی‌کنند. هیچ نگهبان امنیتی در داخل ساختمان حضور نداشت، چرا که آنها ایمان داشتند که استحکامات مبتنی بر تکنولوژی این اتاق غیر قابل نفوذ است. در روز قبل یعنی 14 لئوناردو طبق معمول وارد اتاق شد تا کار سپرده‌گذاری‌اش را انجام دهد، اما این دفعه او بدون آنکه کسی متوجه شود یک قوطی اسپری موی زنانه با خودش آورد. او بر روی حسگر حرارتی و حرکتی لایه نازکی را اسپری کرد، کاری بسیار ساده اما در این حال بسیار هوشمندانه که جلوی نفوذ هر گونه گرما به آن را در شب می‌گرفت. در نیمه شب 15 گروه از یک اتومبیل اجاره استفاده کرد و با آن به سمت دیگر خیابان رفت. لئوناردو به عنوان راننده در ماشین باقی ماند، در حالی که 4 دیگر به سرعت حرکت کردند و وارد ساختمان کناری شدند. از آنجا که آنها به حیاط پشتی رفتند که دیوار به دیوار مرکز الماس بود، بعد آنها با استفاده از یک نردبان که مدتی قبل آن را در آنجا پنهان کرده بودند، توانستند وارد بالکن مرکز الماس بشوند. یک حسگر مادون قرمز در آن بالکن قرار داشت، اما گروه با استفاده از یک صفحه دستساز از جنس پلی‌استر سنسور را بی‌اثر کردند. با شکستن یک شیشه گروه سریعا وارد شد و به سمت زیرزمین و جایی که اتاق امانات قرار داشت حرکت کرد. بعد آنها یک کیسه سیاه بر روی دوربین امنیتی کشیدند و چراغ‌ها را روشن کردند. همچنین آنها یک سلاح سرد دستساز اما هوشمندانه دیگر با خود برده بودند تا بتوانند با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم کنند. یک ورق آلومینیومی که دو سمت آن چسب زده شده بود، آنها این ورقها را بر روی صفحه های فلزی که در اطراف در میدان مغناطیسی ایجاد می کرد ایجاد کردند. سپس پیچ های آنها را شور کردند و آنها را جدا کردند. بعد آنها را با چسب به دیوار چسباندند بدون اینکه میدان را از بین ببرد یا آژیری را به صدا درآورد. با استفاده از دوربینی که لئوناردو مدتی قبل‌تر در آنجا پنهان کرده بود، آنها رمز قفل را می‌دانستند. به دلیل یک اشتباه بزرگ امنیتی آنها فهمیده بودند که کلید فوق‌العاده مخصوصی که معمولاً قفل دیگر را با آن باز می‌کردند، در یک کمد در کنار در آویزان است. پس به همین ترتیب خیلی عادی آن را برداشتند و قفل را باز کردند. آنها چراغ‌ها را خاموش کردند و در را باز کردند. قفل قفس آهنی را باز کردند و بدون به صدا درآوردن حتی یک آژیر وارد شدند. به نظر می‌آید که اسپری موکار خودش را به خوبی انجام می‌دهد، اما آنها کار را به شانس نسپردند و یک جعبه مخصوص بر روی آن قرار دادند تا آن را بیشتر آیه‌بندی کنند. یک کیسه سیاه دیگر بر روی دوربین امنیتی داخلی کشیدند و در کمال شگفتی آنها تمام این کارها را در تاریکی مطلق انجام دادند، چرا که همه جای اتاق امانات را کاملا به خاطر سپرده بودند. با وجود از سرگذشت تمامی تدابیر امنیتی، آنها بر هیجان خود که برای به دست آوردن الماس‌ها، طلا، جواهرات و ارزهای مختلف دیگر که به ارزش 100 میلیون دلار بود غلبه کردند و با خونسردی به کار خود ادامه دادند، در حالی که کیف‌های آنها پر از طلا و الماس‌های غارت شده بود. در ساعت 5:30 صبح از آنجا بیرون زدند و به ماشینشان برگشتند و بدون شلیک یک گلوله یا به صدا درآمدن یک آژیر فرار کردند. در حالی که دزدی آنها بسیار تمیز انجام شد، فرار آنها اینطور نبود. آنها در تمامی طول دزدی دستکش‌های پلاستیکی به دست داشتند و هیچ اثری از دی ان ای در آن اتاق امانات به جا نگذاشتند. اما آنها باید این دستکش‌ها را می‌سوزاندند و در مسیر برگشتشان به ایتالیا، لئوناردو کنار جاده ایستاد تا این کار را انجام دهد. اما طبق گفته او، دوستانش دستپاچه شدند و با بی‌دقتی وسایل و لباس‌ها را از پنجره ماشین بیرون پرتاب کردند که شامل یک ساندویچ نیمه خورده شده هم می‌شد. بعدها این ساندویچ پیدا شد و مردک دی ان ای مورد نیاز را در دست قرار داد که باعث شد به لئوناردو و دزدی انجام شده برسند. به این ترتیب او دستگیر شد و به دلیل نقشش در دزدی به 10 سال زندان محکوم شد.
او هرگز حتی تا به امروز اسم همکاران خود را لو نداده و بیشتر این 100 میلیون دلار هنوز گم شده باقی مانده است، مگر اینکه حرف لئوناردو را باور کنید که گفته آنها فقط توانستند 20 میلیون دلار را بدزدند. و گزارش 100 میلیون دلار تنها یک برنامه پیچیده برای فریب بیمه از طرف مرکز الماس بوده است. حقیقت کاملا روشن نیست، اما چیزی که مسلم است این است که یک ساندویج نیمه تمام را در نزدیکی صحنه جرم باقی نگذارید، آن هم زمانی که میلیون ها دلار دزدیده اید. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.